سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص رند کردن اعداد توی اکسل با هم صحبت کنیم ببینید وقتی که ما یه سری اعداد اعشاری داریم مثلا اینجا یک ممیز دو سه چون. الان نها کنین تعداد اعشار رو کم کرد ولی اینجا اگر توجه کنین ما هنوز اعداد اعشار رو داریم خیلی میگیم خب من میخوام اینو رو روند کنم مثلا به دو رقم اعشار باشه میان اینجا تعداد اعشار رو اینطوری کم میکنن میگن خب الان دو رقم اعشار داریم ببینید این تفاوتی نکردش اگر محاسبات شما وابسته است به عدد روند شده مثلا میخواین اینو اینتیجر داشته باشین عدد صحیح داشته باشین فقط یک داشته باشین یعنی عدد صحیح نیستش یعنی یه عدد اشاری اینجا فقط نمایشش رو دارین تغییر میدیم خب پس زمانی که ما لازم داریم که حتما عددمون روند باشه واسه محاسباتمون از طریق این عملکردها از طریق کم کردن اشار توی فرمت که حالا میاین نامبر مثلا اینجا دسیمال پلیسش رو کم و زیاد میکنین روی این تأثیری نداره روی محاسبات شما حالا میخواد این عدد رو به صورت مستقیم داشته باشیم مثلا اینجا من میتونم ببینم که این الان اشارش کم نشده یا اینکه مثلا تابعی دارم اینجا اینو مثلا حالا به اضافه 3 میکنم خب الان اینجا 4 رو نشون داده اما ناکنین اینجا من نمیتونم تشخیص بدم که اینجا عدد اعشاری بوده یا نه ناکنین اینجا من اگر اینو زیادش بکنم داره هنوز نمایش میده این داره, نشون میده که من تعداد اعشارم کم نشده فقط نمایشش کم شده بود خب اگر من بخوام عددم رو روند کنم اون وقت باید حتما از تابه های روند استفاده کنم که سه نوع تابه داریم روند معمولی داریم روند آب داریم و روند داون داریم خب که میخوایم در مورد اینا صحبت بکنیم پس تا زمانی که روند نشده باشه همین عددی هستش که این تعداد اشار رو داره تو تابع راند خیلی هم ساده هستش عددمون رو باید بذاریم توی آرگومانت اولش بذاریم باز کنم میگه عدد بگو بعد میخوای تا چند رقم اشار روندش کنی چند تا اشار داشته باشی اگر صفر باشه یعنی عدد صحیح باید انجام باشه الان نا اینجا اگر من این مقدار رو به اضافه یه. یک بکنم میشه دو نیم اما اگر این مقدار رو به اضافه یک بکنم میشه سه ببینیم چیزی نداره این وسط اما این همون دو نیمه هستش یعنی یک و نیم رو در نظر گرفته ولی اینجا کاملا روندش کرده خب حالا اینجا اگر این رو کم بکنیم مثلا سه داره نشون میده این سه واقعی نیست همون دو نیمه است تا به روند به صورت عادی از نیم شروع میکنه میگه اگر بزرگتر مساوی نیم باشه حالا میخواد مثلا 5 دهم باشه 5 صدم باشه 5 هزارم باشه از 5 شروع میکنه میگه اگر خود 5 و به بالا باشه به سمت بالا روند میکنم مثل اینجا که الان یک و نیم هستش رو میکنه دو اما اگر به سمت 5 به سمت پایین باشه به سمت پایین روند میکنم یعنی مثلا الان یک مایز چلو نه سد رو کرد یک توجه کنید عدد پنجه چون من دارم روند رو روی صفر انجام میدم این رو مقایسه میکنه عدد اول رو مقایسه میکنه بعد از دسیمال اما اگر اینا مثلا یک در نظر میگرفتم میومد این دومی یعنی نه در نظر میگرف و الان چون نه بزرگتر از پنج هست و یه دونه به سمت بالا رون میکنه میکنه یکونیم اینجا هم به همین صورت روند اومده ما الان تا یه رقم اعشار رو پس میاد دومین رقم اعشار رو نگاه میکنه میگه آقا این الان کمتر از پنجه پس به سمت پایین روندش میکنم که میشه همون یکانیم اینجا هم چون من صفر رقم اعشار میخوام یعنی یکه یه دون عدد بعد اعشار کمتر از پنج هستش پس به سمت پایین روندش میکنه و به همین صورت الان مثلا اینجا ما عدد پی رو داریم من گفتم اینجا تو دو رقم اشار با سمن روند کنه چیکار میکنه میاد سه مایز چارده رو نگاه میکنه. میگیره عدد بعدیش که یک هست رو نگاه میکنه میبینه کمتر از پنجه پس به سمت پایین روند میکنه اینجا هم ما چطور من اینجا اومدم عدد ای رو تا دو رقم اعشار روندش کردم اینجا دو مایز هفتاده یک گرفتم اینو عدد بعدی رو نگاه کردم هشت بیشتر از پنج پس تا دو مایز هفتاده دو روند شده بردمش بالا به سمت بالا حالا روند آب و روندان داریم اینجا که میاد میگه آقا اون قانون عدد پنج رو دیگه من در نظر نمیگیرم تا چند رقم اعشار میخوای رندش بکنم مثلا اینجا صفر رقم اعشار هستش میاد اینجا میگه خب من یه رقم اعشار تو میریزم دور یکی به بعدی اضافه میکنم حالا این میخواد یکونیم باشه یک و شیش باشه یک و یک دهم ده باشه ناکنیم مثلا اینجا من یک و یک ده هم, هم داشتم میخواستم تا صفر عدد اعشار یعنی عدد صحیح میخواستم داشته باشم پس اومدم صفر رو گذاشتم اینجا میگه آقا من عدد تو گرفتم بعد این رو ریختم دور یکی به بعدیش اضافه کردم الان اینجا من خواستم تا یک رقم اعشار روندش کنم یعنی یک معایزه یه چیزی داشته باشم اومده گفته خب این الان یک... تا یک رقم اعشار میخوای این قسمت یکانیمه تو میگیرم بعدیشو میریزم دور یکی به این اضافه میکنم که میشه یک و شیش ده هم برعکسشه یعنی الان اینجا اومده گفته تا, ی... تا چند رقم اعشار میخوای تا یه رقم اعشار میخوای روند کنی میام اینجا این رو میگیرم بقیش رو میریزم دور کاری ندارم دیگه خب پس نه چیزی کم میکنم نه چیزی اضافه انگار دارم به سمت پایین روندش میکنم الان مثلا اینجا دو مایز هفتاد یک رو نها کنین گفته تا چند رقم اشار میخوای گفتم تا دو رقم اشارش رو میخوام پس دو مایز هفتاده یک رو نگه میداره بقیهش میریزه دور و یک عدد با دو رقم اشار رو به من میده که اینا میشه روند معمولی روند آب و روند دان خب امیدوارم مفید واقع شده باشه با واسه تا جلسه بعد خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.